بابل در لغت به معنای دروازه خدا و شهر مقدسه، هرچند در تورات از اون به زشتی یاد شده. نام بابل در کتاب مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان هم اومده. منطقه بابل کهن در نزدیکی شهر بغداد امروزی و در کنار رود دجله با موقعیت عالی کشاورزی قرار داشت. سلسله بابل کهن که به وسیله شخصی به نام سومو آبوم تأسیس شده بود، از نظر وسعت در عصر حمورابی به اوج خود رسید. شهرت حمورابی بیشتر مدیون تنظیم قوانین آشفته و نامدون شهرهای بین‌النهرین بود. سلام دوستان، به قسمت چهارم از پادکست های تاریخ معماری جهان خوش اومدید. تو این قسمت مطالبی در خصوص معماری بابل خدمتتون ارائه میشه. لطفاً سابسکرایب یادتون نره و اگر نظری داشتید حتما اون رو توی کامنت ها قرار بدید. متشکرم. گستره قوانین حمورابی از زراعت و کشتیرانی تا ارث و ازدواج بوده. لوح قوانین حمورابی در شوش پیدا شد که اصلش توی موزه لوف و رونوشت هایی از اون به موزه های ایران و عراق داده شده. تمدن بابل اختلاف زیادی با سومری ها نداشتن. زبان بابلی غیر از سومری بود ولی با همون خط می نوشتن. معماری بابل در ادامه معماری بین النهرین سبکی سمبولیک داشت. خانه های بابلی از خشت و گل ساخته می شدند و فقط ثروتمندان خانه های آجری داشتند. در خانه های بابلی به ندرت پنجره وجود داشت. در خانه ها اغلب رو به کوچه های تنگ باز نمی شد، بلکه به طرف حیاتی داخلی بود و این حیات پناهگاهی برای آفتاب سوزان به شمار می رفت. به طور کلی معماری بابل کهن به دو دسته تقسیم میشه: معماری معابد و معماری کاخ‌ها. معبد آشور متعلق به خدای بزرگ ملی آشوری‌ها آشور است و بر فراز بلندترین نقطه شرق قرار دارد. نقشه اون تشکیل شده از یک حیاط مرکزی و سه حیاط کوچکتر و اتاق‌های مجاور که تشکیل یک واحد ساختمانی دادند. معبد ایشچالی متعلق به یک نوع الهه مادر به نام ایشتار کیکیتون بود و بر روی سکوی قرار گرفته بود. محراب اصلی این معبد بر روی سکوی بلندتر استوار بود. این معبد دارای ورودی‌های متعدد، یک حیات بزرگ و سه حیات کوچکتر است. زیارت کنندگان طی مراحل خاصی به محراب اصلی دسترسی پیدا می کردند.